بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و خسته نباشید دارم خدمت تمام شما بینندگان عزیز، بخصوص شاگردای عزیز. استاد رضایی هستم، به ادامه درس مضمون بیولوژی صنف 12 در خدمت شما قرار دارم. شاگردای عزیز، ببینید صنف 12 هست و عنوانی که امروز ما و شما قرار است بخوانیم کمخونی داسمانن می باشه. صفحه 28 کتاب، شما لطف کنین صفحه 28 کتابتون یک بار باز بکنین. صفحه 28 عنوان کمخونی داسمانن، و همچنان بر علاوه از این عنوان ما یک دو عنوان دیگر هم امروز خواد خواندیم. خب، یک بار درس روز گذشته برسون بسیار به صورت خلاصه تشریح میکنم و کسانی کارخانگیشون ناتکمیل مانده اونا میشه که تکمیل بکنن. روز پیش ما شما در رابطه با چی دا خواندیم؟ در رابطه با میوتیشن. چی؟ در رابطه با میوتیشن خواندیم. میوتیشن گفتم عبارت از یک تغییرات آنی ناگهانی که در مواد ارثی به وجود میه، در جن ها، در کروموزوم ها، در جنوم ها. ببینید ما چند نوع میوتیشن داشتیم؟ سه نوع میوتیشن. جن میوتیشن داشتیم، صحیح شد؟ دیگه چی داشتیم؟ دیگه کروموزوم میوتیشن داشتیم، کروموزوم میوتیشن. دیگه چی داشتیم؟ دیگه جنوم میوتیشن داشتیم، صحیح شد؟ جن میوتیشن ما گفتم هرگاه در یک جن اختلال ایجاد شود ایر میگه چی؟ جن میوتیشن. مثالش امروز ما شما کمخونی داسمانندان میخوانیم، صحیح شد؟ و همچنان کروموزوم میوتیشن داشتیم، ما گفتم که به چند دسته دیگه تقسیم میشه، از جمله چی بود؟ دلیشن بود. هرگاه یک قسمت از کروموزوم حذف شد، دلیت شد، ایر میگه چی؟ دلیشن. و همچنان دیگه چی داشتیم؟ انورشن داشتیم. انورشن گفتیم هرگاه یک قسمتی از کروموزوم خطا بخوره و این سرچپه دوباره به همون قسمت شکار شد و وصل شد، این میگه چی؟ انورشن. و دیگه چی داشتیم؟ دپلیکیشن. هرگاه یک قسمتی از کروموزوم دو دفعه تکرار شد، یعنی دبل شد، این میگه چی؟ دپلیکیشن. ترانسلوکیشن داشتیم، ترانسلوکیشن برای انتقال، صحیح شد؟ هرگاه یک قسمت از یک کروموزوم خطا بخوره در قسمت کروموزوم دیگه چیکار شود؟ وصل شود، این میگه چی؟ ترانسلوکیشن، صحیح شد؟ بسیار عالی. و همچنان ما جنوم میوتیشن داشتیم، به چند دسته تقسیم شده بود؟ یکی انیوپلویدی بود، دیگه چی بود؟ پولیپلویدی بود. انیوپلویدی و پولیپلویدی ما گفتم هرگاه یک یا چند کروموزوم چیکار شوه؟ کم شوه و یا زیاد شوه، مانند ترایزومی 21 ما گفتیم چند بار تکرار شده؟ سه بار تکرار شده. دیگه چه داشتیم؟ مثلا پولیپلویدی داشتیم. پولیپلویدی اون از جنوم میوتیشن هست که چند عدد کروموزوم چیکار شوه؟ زیاد شوه، یعنی چه رقم شوه؟ مثلا 3N شوه، مثلا 4N شوه. این در حیوانات احتمال خیلی زیاد زنده بوده نمیدونه، اما در نباتات گفتیم این چی است؟ مفید است. به خاطر چه؟ به خاطر که حاصلات زیاد میشه. ما شما گفتیم حتی تا 6N هم در گندم چیکار شده؟ اضافه شده، یعنی گندم چند برابر؟ تقریبا 3 برابر، چون ما 2N داریم، اما این 6N شده، تقریبا چی شده؟ 6 برابر حاصلاتش زیاد شده، صحیح شد؟ خب، درس امروز ما شما در رابطه با چی است؟ در رابطه با کمخونی داسمانه. خب شاگردای عزیز، کمخونی داسمانه، شما یک بار به کتاب مشاهده بکنین، متوجه هستین؟ این چی است؟ این حجرات سرخ خون است. ببین اینی یک حجره سرخ خونه که سالم است، اما در اینی قسمت متوجه باشید اینی کمخونی داسمانه. ببین شکل داسه به خود گرفته، اما داس کردش مثلا درو میکنه. ببین تقریبا شکل داسمانه ده به خود گرفته، از او خاطر ایره برش چی میگه؟ کمخونی داسمانه یا سیکل سیل انیمیا میگه برش، کمخونی داسمانه. متوجه شدین؟ خب، و هدف ما شما هم امروز در رابطه بینمیه که ما شما در رابطه با میوتیشن و انواع میوتیشن و اختلالاتی که از این میوتیشن به وجود میه ما شما آشنایی پیدا بکنیم، صحیح شد؟ خب، کمخونی داسمانن چی است؟ ببی از جمله چی به شما، کدام نوع میوتیشن به شما میره؟ نقطه‌ای یا جین میوتیشن؟ یا جین میوتیشنی به شما میره. هرگاه اونم جینی که مسئول انتقال کرویات سرخ خون است دوچار آرزه شوه، چه کار میشه؟ اونمو حجرات سرخ خون به جایزی که اینی تک شکل داشته باشه، اینی تک شکل چی رو به خود میگیره؟ شکل داسماننده به خود میگیره. و این چی کار میشه؟ این به صورت درست نمیتونه که اکسیژن انتقال بده و این دیگه ساخته هم نمیشه،
پس به این اساس اونمو فرد به کمخونی مبتلا میشه و درد شدید را در رگهای خون خود چیکار میکنه؟ احساس میکنه. پس به این اساس این فرد نمیتونه زندگیشان زیاد در دوام بکنه، به خاطر که اکسیژن انتقال داده نمیشه در وجود ازی. پس این به احتمال زیاد چیکار میشه؟ از بین میره. صحیح شد. و در افراد آفریقایی، در افراد آفریقایی در هر 12 نفر، صحیح شد، در هر 12 نفر چیکار میشه؟ یک نفر هتروزایگوس است. این یعنی چی؟ هتروزایگوس. هتروزایگوس یعنی چی؟ یعنی امکان داره که حتی بروز کرده باشه، اما اگر بروز هم نکرده باشه، یعنی هتروزایگوس است، در خود دارن. صحیح شد؟ در خود دارن، در خودش نباشه، در نسل بعدی چیکار میکنه؟ انتقال میده. صحیح شد؟ بسیار عالی. خب شاگردای عزیز، اونان بعدی که ما شما میخوانیم در رابطه با سیستیک فیبروسیس. چه؟ سیستیک فیبروسیس. سیستیک فیبروسیس ای هم یک نوع چی است؟ یک نوع میوتیشن است که در کروموزوم شماره 7 چه کار میشه؟ با وجود میه. خب افراد مبتلا به سیستیک فیبروسیس دارای کدام عارضه میباشه؟ متوجه باشین؟ ببینید، در غدوات مخاطیشان چه کار میشه؟ اختلال ایجاد میشه. در غدوات مخاطی، بخصوص در کدام سیستم ها؟ در سیستم هاضمه یا گوارشی و همچنان در سیستم چی؟ تنفسی. مثلا در سیستم تنفسی در کجا؟ در شش ها. و در سیستم هاضمه در کجا؟ مثلا در معده. بیشتر اینی دو سیستم ها کدام قسمت؟ غدوات مخاطیشان. غدوات مخاطی چه؟ اونمو غدواتی که انزیم ها ترشح میکنه، مخاط ترشح میکنه. صحیح شد. مثلا در شش ها چه رقم؟ در شش ها دور بر شش هم ماده بلغم مانند میگیره. صحیح شد. بلغم خودش چی است؟ خودش مخاط است دیگه. صحیح. بلغم مانند دور بر شش زیاده هم میگیره. وقتی که دور بر شش زیاده میگرفت، این فرد به صورت درست تنفس کرده نمیتونه و اگه تنفس هم بکنه یکم صدای خسخسی از خود در میاره. صحیح شد. پس در سیستم تنفسی چیکار میکنه؟ مشکل ایجاد میکنه و اینی بلغم دور بر شوشش ازیره چیکار میکنه؟ میگیره و امکان داره که شوش زیاد هم چیکار شوه؟ میکروبی شوه و عفونت بکنه. صحیح شد. و همچنان در سیستم گوارشی، مثلا در میده، در میده انزایم های مختلفی ترشح میشه، اما این چیکار میکنه؟ در گفتم در کروموزوم شماره چندم؟ شماره 7 اختلال ایجاد میکنه و انزایم هایی که از میده و همچنان جداری اعضای سیستم هاضمه وقتی که ترشح میشه، اینمی ترشح زی دچار اختلال میشه و موجب میشه که فرد در سیستم هاضمه خود دچار عارضه شوه. صحیح شد. پس این میگه چی؟ سیستیک فیبروسیس که غدوات مخاطر بیشتر در سیستم تنفسی یا ششها بیشتر و همچنان در سیستم گوارشی و سیستم هاضمه، مثالش در معده بیشتر چکار میکنه؟ فرد دچار عارضه و مریضی میسازه. شد فهمیده انشالله؟ بسیار خوب. خب عنوان دیگه که ما شما میخوانیم در رابطه با ترایزومی 21 می باشد. ترایزومی 21 یا برای چه میگیم؟ ترایزومی 21 یا داون سندروم برایش میگه، یا سندروم داون. صحیح شد. بسیار عالی. شما ببینید، فرد یه جمله کدام نو میوتیشن است یادتان مانده؟ بگوین. آفرین. ای از جمله انیو پیلویدی هست، یعنی جینوم میوتیشن است. صحیح شد. از جمله جینوم میوتیشن و از کدام نویش؟ از جمله انیو پیلویدی. آفرین، یادتان مانده، متوجه هستین. ببینید، کروموزوم 21 بجای از اینکه یک دفعه ای چی کار شوه؟ ایجاد شوه، ای 3 بار تکرار میشه. چند بار؟ پس کروموزوم 21 3 بار تکرار میشه و اینجا هست که فرد به جای 23 جوره کروموزوم چند عدد کروموزوم داره؟ 27 جوره داره. ای خود شک نو عارضه هست. صحیح شد. خب اختلالاتی که در افراد به وجود میاد کدام اختلالات است؟ متوجه باشید. ببینید،
اختلالات ترائزومی 21. ترائزومی 21. ببینید این افراد کدام اختلالات در خود می داشته باشن؟ اول ببینید زبان اینا دراز است، زبان دراز و پهن و همچنان قدی کوتاه. یک آرزه ایخ بسیار آرزه خراب است دیگه نه؟ دیگه آرزه چی است؟ ببینید از لحاظ عقلی و ذهنی پسمان است، پسمان هستن. یه دیگه آرزه، آرزه دیگه در چی است؟ آرزه دیگه ای است که اینا اکثریتشان دوچار مشکلات قلبی می باشه. ای دیگه آرزه، آرزه دیگه چی میتونه باشه؟ آفرین، آرزه دیگه ای است که اینا در مقابل امراض ساری فوق العاده چی هستن؟ حساس هستن. مثلا امراض ساری چی؟ توبرکولوز داریم ما، یا مثلا سرماخوردگی داریم. اگر افراد دیگه میزان وابسته شدنش یک مقدار زیاد باشه، اما اینا فوری چی هست؟ مبتلا میشن. صحیح شد؟ یعنی میزان وابسته شدنش به امراض ساری نسبت به افراد سالم زیاد هستن. دیگه اینا چی آرزه میتونه داشته باشه؟ آرزه های فوق العاده بسیار خطرناکی دارن. و همچنان ما شما گفته میتونیم که در مادران، آیا مادران، سن مادران در رابطه به ترایزومی 21 فرق میکنه یا نمیکنه؟ متوجه باشین در مادران جوانی زیر 20 سال اگر ما شما مد نظر بگیریم، زیر 20 سال از هر 2000 مادر فقط یک، یعنی از هر 2000 نفر یک نفرشان چیکار میشه؟ دوچاری آریزه میشه. پس از هر 2000 تنها یک نفر دوچار آریزه میشه. صحیح شد؟ بخاطر که مادر اگر جوان باشه اونمو هورمون ها را بسیار به صورت منظم چیکار میکنه؟ ترشح میکنه. و همچنان از لحاظ تغذیوی و سلامتی وجود نسبت به یک مادر کهنسال چی هست؟ بهتر است. اما در مادرانی که بالاتر از سن چی باشه؟ بالاتر از سن 45 سال باشه، اینا چیکار میشه؟ از هر 10 نفر یک نفرشان دوچار از این آرزه میشه. صحیح شد؟ این در رابطه به اختلالات شما گفتم زبان دراز و پهن و همچنین قد کوتاه دارن، از لحاظ عقلی و ذهنی اینا پسمان می باشن، دوچار مشکلات قلبی هستن، در مقابل امراض ساری حساس می باشن. و همچنین آرزهای دیگر مثلا ما شما گفته می تانیم که حرکات عضلاتشون چی است؟ عضلاتشون آهسته است یا کند است. ببین ما شما میتونیم بسیار به راحتی هر رقمی که بخوایم ورزش بکنیم، نرمش بکنیم، راه بریم، ایسوز جست و خیز بزنیم، اما افرادی که دچار اینزمی آرزه هستن حرکات عضلاتشون بطی است، اینا به آسانی هر رقمی که دلشان میخواد نمیتونه که عضلات خودش کار بکنه به حرکت در بیاره. صحیح شد؟ بسیار خوب شاگردای عزیز، درس شما در خانه چندین بار پیش خود مرور بکنیم و اونمو موضوعات مهم و مغلقش که دارن اینا رو پیش خود چکار میکنین؟ یادداشت میکنین. کارخانگی برتان میتونم، شما کارخانگی رو در خانه حل میکنین. خب کار خانگی شما چی هست؟ سوال اول، کمخونی داسمانند از جمله کدام نوع میوتیشن می باشد؟ و چرا به این نام یاد می گردد؟ سوال دوم، سیستیک فیبروسیس، فیبروسیس در کدام کروموزوم با وجود آمده و علائم آن چیست؟ سوال سوم، علائم افراد مبتلا به
ترایزومی 21 را بیان نمایید. سوال چهارم، آیا سن مادر در به وجود آمدن ترایزومی 21 یا داون سندروم رول دارد؟ تحلیل نمایید. شاگرده عزیز، کارخانگی تان است، در خانه استفاده بکنین، از وقتهای خالی که دارین استفاده مثبت بکنین، کارخانگی تان به صورت دقیق و منظم حل بکنین. الحمدلله رب العالمین. تا دیدار بعدی و جلسه بعدی مضمون بیولوژی سنف 12 شمار به الله پاک می سپارم. خدایا رو نگه داریتون.